آقای سطح بحران موجود رو با توجه به اظهار نظرات و واکنش ها و اتفاقاتی که تا به امروز افتاده چطور میشه از ارزیابی کرد؟ ببینید به نظر میرسه که دیپلماسی بین روسیه و غرب هنوز به نتیجه ملموس و عینی نرسیده، ولی این لزوما به این معنی نیستش که دیپلماسی به طور کامل شکست خورده. هنوز ممکنه که یک سری مذاکرات انجام بشه، از جمله در واقع مذاکرات بوریس جانسون با ولادیمیر پوتین و احتمالاً مذاکرات لاوروف با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا. ولی اون چیزی که الان به نظر میرسه این هستش که، و اینم لاوروف تاکید کرد، اینه که آمریکا و غرب به یک سری از نگرانی‌های امنیتی روسیه پاسخ مثبت و منطقی دادن، ولی اون نگرانی‌های عمده و اصلی روسیه، مثلا قطع گسترش ناتو و عضویت گرجستان و اوکراین به ناتو، این هنوز بدون پاسخ مونده. یک سری چیزها رو قراره که آمریکا موافقت بکنه باهاش که مذاکره بکنن، مثلا استقرار موشک‌های کوتاه و میانبرد، ولی مسائل اصلی هنوز لاینحل باقی مونده. پوتین دیروز در تماس تلفنی که با امانوئل ماکرون داشت اونجا صراحتا گفت روسیه خواهان ضمانت‌های لازم الاجرا و دائمی از ناتو و ایالات متحده هستش، و بعد لاوروف همون روز هم گفتش که اگر این نگرانی ها پاسخ داده نشه روسیه اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. ممکنه که ما مستقیما به سمت جنگ نریم، این برداشت من این هستش، مثلا ممکنه روسیه دست به یک سری اقداماتی بزنه در وهله اول، مثلا استقرار سیستم های موشکی جدید در نزدیکی مرزهای شرقی ناتو و اعمال یک سری تهدیدهای جدی در کوبا و ونزوئلا، حملات سایبری و حتی الحاق نواحی دونتسک و لوهانسک، یعنی لزوما وارد جنگ نشد. ولی اتفاقی که افتاده، نگرانی هست اینه که روسیه ذخایر خون رو برای واحدها و یگانهای نظامی خودش آورده اونجا، به مرز اوکراین آورده، و احتمال میده که یک ممکن باشه که اقدامات نظامی انجام بشه. الان پوتین دو راه داره، یا باید همون در واقع پیشنهاداتی که غرب داده تن در بده، کوتاه بیاد، یا اینکه نه واقعا وارد یک اقدام نظامی با اوکراین بشه. مسئله صادرات گاز روسیه به اروپا میدونیم که یکی از چالش‌های عمده و مهم این بحران هستش. چقدر اروپا و آمریکا برای حل معضل تأمین انرژی میتونن با همدیگه هماهنگ عمل بکنن و واکنش مناسبی نشون بدن در صورت بروز درگیری؟ اگر درگیری رخ بده، به احتمال زیاد روسیه از اون اسلحه خودش، یعنی همون قطع گاز طبیعی به اروپا استفاده خواهد کردش. حدود 40% گاز اروپا رو روسیه تامین میکنه. وابستگی آلمان بیش از کشورهای دیگه اروپایی هستش، و به خاطر همین هستش که الان آلمان یک مقدار مواضع ضد و نقیض رو داره نسبت به مسئله. همین الان هم روسیه بخشی از میزان گاز طبیعی خودش رو در واقع به اروپا کاهش داده. تهدیدم کرده روسیه که اگر تحریم‌های اقتصادی بخواد وضع بکنه آمریکا، مثلا قطع ارتباط روسیه با سیستم بانکی سویفت، اون موقع روسیه صادرات گاز به اروپا رو قطع خواهد کرد. البته آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دارن تلاش می‌کنن که اگر جنگ رخ داد، مثلا از کشورهای خاورمیانه، آفریقای شمالی، اینها بتونن که جایگزینی پیدا بکنن. قرار هستش که وزیر امور خارجه قطر امیر قطر بره به واشنگتن. بحث صادرات گاز LNG به اروپا مطرح هست، یعنی میخوام بگم که اونها بیکار نشستن. ولی نکته این هستش که اگر بخواد جنگی رخ بده، به این زودی و به این سرعت امکان پذیر نیست برای اروپا که بخواد جایگزین گاز روسیه رو پیدا بکنه، و دقیقاً این پاشنه آشیلی هستش که داره روسیه استفاده میکنه برای اینکه بخواد به اروپا و در واقع آمریکا بخواد زن. یه پرسش دیگه من میخوام بپرسم، اون تا وقتمون هم کمه، چقدر تهدیدهای آمریکا و اروپا مؤثر بوده که تا الان جنگی صورت نگرفته؟ ببینید، فکر میکنم که این قدرت بازدارنگی که حالا آمریکا و اروپا میخوان ایجاد بکنن خیلی موفق نبوده. خود اظهارات بایدن که گفت اگر یک تخاصم جزئی انجام بشه لزوما به جنگ نمی انجامه، خودش یک جور ضعف هستش از طرف آمریکا، و روس‌ها، این استراتژیست‌های روس دارن میبینن این اوضاع، یعنی اون در واقع خروج خفتبار از افغانستان رو دیدن، و این موازی که آمریکا رو داره میبینه اینا رو روس‌ها دارن میبینن، و همین رو در واقع ضعف اروپا تلقی میکنن و ناتو، و به خاطر
همین دقیقاً میخوان از این مسئله استفاده بکنن برای اینکه اون هدف خودشون رو در واقع به منصه زور بنشونن و اونا میخوان که یک در نظم امنیتی اروپا یک بازنگری ایجاد بشه و اونا معتقدن که روسیه باید در این تغییر نظم امنیتی اروپا با آمریکا مشارکت بکنه. این خواسته اونا هستش. اگر نشه من بعید میدونم که چه آمریکا واکنش نشون بده حالا به لحاظ بازدارندگی یا نه. اگر روسا استراتژیست ها به این نتیجه برسن که خواسته هاشون برطرف نشده من فکر میکنم به احتمال زیاد شاید یک اقدامات نظامی روسیه در اوکراین خواهیم بود. سپاسگزارم از توضیحات شما حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه ما بودید.